جان را جان است و دل را یان است، یاد او زینت زبان و مهر او را دروان، با کسب جز از مقام ریاست دفتر مقام ولایت، اساتید بزرگوار و شما علی دانش و خیرات که در اینجا تشریف آوردین. در سر آغاز از خالص وفا دعوت می نماییم که با تلاوت چند از روایت پرفکر الهی محفل ما را مزین سازد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا. الهی عشق چشم سوز آهی پروزان خاطر دوشن نگاهی زرس و بستش و درهای امید کلیدی رخنه راه پناهی. با تشکر از محترم پارس وفا و هم از محترم آقای کاف نواب محمد میاره که تا پیرامونی برگزاری بزم ادبی که از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر دار گردیده است دوشنی بیندازم. آقای کاف بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و تشریف آوری رئیس دفتر مقام ولایت و سایر بزرگواران و عزیزان استادان نهایت عزیز، همشیرهای نهایت مهربان و برادران عزیز. خیلی خوشحالیم و سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتین و در این مجلس ما اشتراک کرده و جا داره از ریاست محترم مبارزه با مواد مخدر که میزبان اصلی مجلس ما و شما هست و متاسفانه از اعضایش هم هیچ کس حاضر نیست بدون از انجینر صاحب ایمن که زحمت کشیدن واقعا از ابتدای برنامه با ما بودن تا حالا و زحماتشان قابل قدر است و جا داره از ایشان تشکر بکنیم. بزمی که امروز ما و شما را اندازی کردیم شامل دو بخش هست. بخش اول از او همشیره ها و برادرهایی که مقاله دارند و شعر دارند به نوبت مطابق آجندا از طرف انانسر نام از اونا یادواری میشه و میای پشت استیج شعر و یا مقاله خود میخوانند. دو نفر اینجا که به عنوان داور مسئولیت دارند اینا قضاوت میکنند که کدام همشیره و کدام برادر شعر خود چه قسم خواند، مقاله خود چه قسم خواند و از لحاظ دکلمه، از لحاظ طرز خوانش، از لحاظ نوشتاری حتی، از لحاظ ادبی، یعنی در چه سطح قرار دارد مقاله های شما و اشعار شما، اینا باز بررسی خود داره و در آخر قضاوت میکنه. و همچنین این مرحله که ختم شد، تعداد از همشیره و برادرهایی که مقاله دارن و شعر دارن ختم شد، مرحله دوم ما که مشاعره است اون مرحله آغاز میشه. چهار نفر از همشیره های ما از چهار نفر از برادرای ما که در جایی که معین شده این جگاه تشریف میارن میشینن و اینا آغاز میکنن برنامه را و باز هم قضاوت از اینا را داور صاحبا در اخیر طرز خواندن شعر و نحوهی که اونا پیش میگیره، یعنی معمولا در مسابقات چند ثانیه وقت میگذارن
که باید دامو مدت معین مثلا شعر خوانده شود و حتی برای خواندن اشعار نمره میتن، حتی برای شعرهایی که خوانده میشه، یعنی بس به کدام سویه هست، اما چهار بیتی و دو بیتی و یعنی که از شاعرهای بسیار بلند است، این هم یک بعضی نمرات پاکتای داره که حتما دوار صاحبه نارمت نظر میگیره. خلاصه مجلس ما ایت مجلسی نیست که باز آخر بسیار همیت یک قضاوت بسیار سخت و مشکل داشته باشد، فقط همی که حاضر شدین اشتراک کردین به این برنامه سم گرفتین، حرف بسیار کلان و افتخار بسیار بزرگ هست و من مطمئن هستم و تقاضای من از داور صاحبان این است که بسیار سخت نگیرن و چون نه برادرهای ما و نه همشیرهای ما فکر کنم یک و دو برنامه باشه که اینا اشتراک میکنن و تجربه کمی دارن به این مورد، تا در مجالس آینده باز بتانیم بهتر و بهتر برگزار بکنیم. من زیاد وقت شما را نمیگیرم، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین، زحمت کشیدین و باز بار دیگر از ریاست محترم مولانا مقدر، از انجینر سمیمیل یک جهان سپاسگزار که چنین برنامه را میزبانی کردن. تشکر از توجه شما. الهی هرچه شایان است آن کن، الهی هرچه شایان است آن کن، نمیگویم چنین کن یا چنان کن، چه داند بنده اصرار خداوند، خدا را هرچه میزیبد همان کن. بازم تشکر از محترم جناب آقای فاق و حال ابوهاب رسیدیم به بخش سرایش شعر و مقاله. با در سرآغاز از همشهره گرامی تمنا آرزومندم که مقاله خویش را سلام هست. با عرض سلام در خدمت میمانان عزیز که در بزم روزی تشریف آوردن و مطلب که تاییدیدم در رابطه به مواد مخدر که خدمت شما تقدیم میکنم، امیدوارم توجه شما قرار بگیرد. مواد مخدر در افغانستان در قلب جامعه ما را هدف قرار داده و بدبختی اینجاست که بیشتر جوانان ما به استعمال آن روی میآورند. فقر، بیکاری، ناامیدی و ده ها نوع فشار روانی با دسترسی آسان به مواد مخدر در افغانستان از عوامل اصلی روی آوردن کتله های وسیع مردم به این ماده هست. مواد مخدر در حال حاضر بیش از هر زبان دیگر، ضمن آن که یکی از تخلقه های اصلی جامعه جهانی و به خصوص توجه قانونگذاران، سیاستمداران و علمای طب و پزشکی را به خود جلب نموده و از محظلات جامعه جهانی نیز به شما رفته و بر این اساس از عوامل جرمزار در سطح کشورها بلکه در سطح جامعه جهانی محسوب می شود و بر این اساس می توان گفت که مواد مخدر از عواملی هست که جرایم متعددی را به دنبال داشته و لطمه ای به سلامت جسمی و روانی افراد و جامعه وارد می سازد. زیرا آنطوری که در جامعه شاهد بوده و بر طبق پژوهش های مختلف مصرف مواد مخدر و جرایم آن با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد. بر اساس تحقیقات موثق و اثبات شده، افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند مرتکب جرم نیز می گردند. این هم به خصوص در میان جوانان شاهد بوده و مصرف کنندگان مواد مخدر در مقایسه با غیر مصرف کنندگان مرتکب جرایم بیشتر می شوند. در جای مواد مخدر چنین تعریف شده، مواد مخدر عبارتند از موادی که تاثیرات روانی داشته و موجب گرایش شدید افراد و مصرف چنین مواد می گردند. پیشگیری و رای حل نوجوانان و جوانان از حاضر در حضر اسیان اجتماعی و نبردهای فرهنگی قرار گرفته و همواره با تهدیدها و چالش‌های گوناگون همچون نوع‌گرایی، فردگرایی، مدگرایی، تنوع طلبی، اختلالات روانی، خشونت، تغییر ساختار خانواده، عدم حمایت عاطفی والدین، نگرش‌های غلط و کنجکاوی‌های هدایت نشده روبرو هستند. موثرترین راهبرد برای توانمندسازی افراد و ویژه جوانان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و خصوص مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه هست. بنابر این چیزی باز اگر جامعه آری از مواد مخدر داشته باشیم و همه دست به دست هم داده و در از بین بردن آن امنوا حرکت نموده، تا با داشتن جامعه سالم و جوانان سالم یک کشور شکوفان و زیبا داشته باشیم. راحتی جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است،
به نام خداوند بزرگ عرض سلام میتارم خدمت تمام حضار محترم. البته شعرگونه ای سرودم، شعر نیه، از زبان یک کودک شکایات در قالب شعر رفتم. مدوار است که ما بیده دلچسپی شما کنیم. کودکی او زبان شکوه گشود، کودکی او زبان شکوه گشود که مرا حالت پریشان است. حاصل عمر چند ساله من غصه و رنج و درد و حرمان است. بر فراز کتاب زندگیم روزگار سیاه عنوان است. من بیچاره دور از تعلیم گرچه این موسم دبستان است. دیگران خط و مشق می نویسند، دیگران خط و مشق بنویسند، بهر من نه قلم نه دیوان است. همگنانم به من طعنه زنند که این سیاه بخت روز و دوران است. پدرم را نموده از شکار شیره ای که بلای ایمان است. از قضا در فتاده است بدام، حال در چنگ او گروگان است. ایتیادش رها نخواهد کرد گرچه وی نادم و پشیمان است. بحر بابای من و مادر من خانه ماز جنگ میدان است. می نبینم به هفته ها پدر، دیدن او به ما نه آسان است. مسکنش وادی خراب بود، خانه این گروه ویران است. شامگاه بر او کلبه نیست، روزها منزلش بیابان است. تلخ کشته به ما دور حیات، تلخ کشته به ما دور حیات، خانه ما به ما چو زندان است. مادر من مریض باشد و سخت، احتیاجی دوا و درمان است. پدرم رو اسیر دود و دم است، از خود و خانه اش گریزان است. خواهر خوردم از گریزنگی، روز و شب بیقرار و گریان است. آرزوی همه ثروت پول از بر ما که آرزو نان است. تا به کی روزگار ماست چنین، درد و غم را چه وقت پایان است. وای بیداد که این دربدری همه از اشتباه دیوان است. حاصل کوبنار او امروز دشمن زندگی انسان است. زاریا کش نکن بهر خدا گر تو را ننگ و آر و وجدان است. از تو شر این بوته زر عالمی در زیان و نقصان است. تا بود کوبنار و کشتی حرام ملک ما همچنین ویران است. مرگ بر کوبنار و بوته آن این شعار جوان افغان است. ملت سربلند و سرافراز رحمت از رب خویش خواهان است. شکر شما. به نام خدا. حضار گرامی، با عرض احترام خدمتتان اجازه بفرمایید تا آنچه را که پیرامون موضوع تیه نمودم ایراد فرمایم. پدیده اعتیاد و ناهنجارهای رفتاری از کار برد مواد مخدر بیشک یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می آید. صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه مستعمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی، سیاسی و حتی تلاش‌های اقتصادی و فرهنگی می باشد. بنابراین یکی از گام‌های بلند در امر مبارزه با مواد مخدر تحقیق در زمینه حکم فقهی و روشن شدن تکلیف‌های شرعی آن است. مواد مخدر در اوائل ظاهر جذابی دارد که باعث روی آوردن برخی به این مواد سمی می شود. از جمله این که پس از مصرف روح انسان در یک حالت نشاط و کیف لطیفی فرو می رود. احساس می کند ایده هایش روشن و تصوراتش تحریک شده است. و از همه مهمتر این که شخص از تأثیرات خارجی یا محیطی فاصله می گیرد و گرایش شدیدی به آرامش پیدا می کند. زیرا اعصابش آرام و اراده‌اش سست شده و در خیال فرو می رود و خود را دارای روشنبینی زیاد، قدرت فهم بالا و قضاوت هوشیارانه می‌بیند. اما این تأثیرات زودگذر و موقت است که بعداً به تدریج وابستگی و در واقع بندگی و بردگی آغاز می‌شود و ضررهای جسمی همانند اختلال در دستگاه مرکزی اعصاب و ناتوانی آن ایجاد کن ذهنی
کودنی، سستی در جریان خون، ایجاد درد در قفسه سینه که موجب سکته و مرگ می شود، سوی تغذیه، تشنج، اختلال گوارشی، بالا رفتن فشار خون و حتی خیالات بصری و دیدن اجسام غیر واقعی از جمله اضرار مواد مخدر بالای شخص می باشد. با بررسی مختصری از دلایل قرآن کریم، روایات اقوال علما، فقیهان و نظریه کارشناسان، هر انسان فهیم به راحتی درک می کند که این مواد علاوه بر آثار سویی که بر جسم و روح انسان دارد، آثار سویی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال دارد. و در اخیر گفتنی های خود را با روایتی از امام جعفر صادق به اتمام می رسانم. خداوند هیچ خوردنی و نوشیدنی را مباح نکرده مگر آن که در آن منفعت صلاحی باشد و چیزی را حرام نکرده مگر آن که در آن ضرر و فساد باشد. اجازه مطلب جلسه دفتر خان مولا داوران گرامی مواسط باسم سفیران عزیز و دیگر حاضران محترم از خواهران و برادران که در اینجا تشریف آوردن. بهترین شعری که سروده خودم است خدمت شما قرائت میشه در رابطه با اسباب مواد مخدر. عنوانش هست سایه مرگ. سایه مرگ. پابکی این وضع بحرانی نصیب کشور است. پابکی این وضع بحرانی نصیب کشور است. زرع تریاک و هیروین افتضاح دیگر است. در جهان گرم است بازار حشیش و مورفین. دست ناپاکی زبان دی مافیایی مزمر است. زرع میگردد در آن جایی که ناامنی و فقر ماجراجو و خیانت پیشه آن را رهبر است. شهره آفاق شد کشور به کشت کوکنار. افتخار و امتیازش بس خجالت آور است. زارع و سوداگر این ماده مرگافرین صاحب قصر مجلل یا کمی در ساغر است. آن که تولید و ترافیک می کند این زهر را در تبهکاری و دهشت غرق تا پا و سر است. آبروی مملکت تا رفته است زیر سؤال. سرحد خاک و حریمش را حفاظت بهتر است. تا گریبانگیر هر یک شد بلای احتیاط. نادم و خجلت زده نزدیک خیش و همسر است. زر و قاچاق و ترانزیتش حرام باشد و بس. آنچه آیدش از این ره درهم و یا دلار است. بی خبر آمد سمیم زین ماجرای مرگبار. وحشیان جانی که مرگ را سوداگر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و على آل محمد اصحاب اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. سلام و عرض ادب به خدمت تمام اشتراک کنندگان محترم. با کسب اجازه از حضور شما مقاله را تحت عنوان مصارف پول مواد مخدر از دیدگاه اسلام تهیه دیده و برای شما بزرگواران به خوانش میگیرم. امیدوارم موردی پسند شما قرار بگیرد. مصرف پول مواد مخدر از دیدگاه اسلام حرام بوده و باور علمای دین و آگاهان امور عاهد و درآمدی که از فروش مواد مخدر به دست می آید همسان بازار، قاچاق و استعمال آن حرام می باشد. علما می گویند کسانی که از این در عاید می کنند باعث زیان اخروی گردیده. کسانی که از راه حلال روزی به دست می آورند خداوندی متعال روزی آنها فراخی بخشیده و کسانی که از راه حرام و پول حرام مواد مخدر پول به دست می آورند و این پول برکت نداشته و آنچه که در اسلام به حرام بودن آن حکم شده باشد هر نوع استفاده از آن نیز حرام می باشد. تهوری که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر آن چیزی که حرام است به واسطه آن هر چیزی که به دست آمی آید نیز حرام است.
استفاده از مواد مخدر ضرب حرام است. زمانی که پول به دست آمده از فروش مواد مخدر در خانواده ها به مصرف می رسد و عواقب خطرناک را به دنبال دارد. یعنی اطفال یک خانواده که از درآمد فروش مواد مخدر بزرگ می شوند، سرنوشت آنها همانند سرنوشت والدینشان خواهد بود. و همچنان اواحدی که از طریق حرام و نامشروع به دست می آید، از لحاظ معیشت در خانواده ها یا به صورت انفراد مستقیم و یا غیر مستقیم دارای تاثیرات روانی و روحی می باشد. زمانی که یک شخص عملی را خلاف اسلام و مغایر قوانین عمومی انجام دهد، در هر حالتی که باشد بر خانواده ها تاثیری روانی دارد. بالاخره هر آن چیزی که به انسان ضرر می رساند از نظر اسلام مردود بوده و در دین مقدس اسلام استعمال هر نوع مسکرات که عقل انسان را زائل می سازد نیز حرام است. سلام دارم خدمت شما حاضرین در طلاق. خوش آمدید میگم شما را. من نام منابع خود خطشه را که به عنوان دشمن تبهکار سرودم به خدمت شما و خانش میگم. درد او که این گیره افتاده در کار من، در پیچ تاب انداخته مرا روزگار من. نه رحیمی که او رحمی بر حال ما کند، و جوز ربی از دان که او هست پروردگار من. آتش افتاده بر جان و بر دین من، نیست آگه کسی از رویش و رفتار من. چون هر جوان و پیر با کودکی یتیم، داغها گذاشته بر این دلی داغدار من. یکی کاش دیگری فروخت تخم خشخاش، زن التوانی به گریه گذشت سر و کار من. یکی معتاد به تریاک و یکی هیروئین و چرس، نیست کسی را اعتنا به دو چشم اشکبار من. دشمن ضعیف را بر دست خویش تربیت همی دهند، کجا ماند این تفکرشان انتظار من. خود صلاح دست دشمن می سپارند همیش، من که دور ز ایشانم بیا بنگر رخسار من. به دست خود فوج می دهند در حبلی و صحرا، این سپه ویرانگر و تبهکار من. جان شیرین می گیرد ز تو ای عزیز دل، پند ناصح شنو عمل کن به گفتار من. این دشمن جان نه تنها بر جان تو زند، زند تیرش بر تن و وطن و دیار من. به جنگ با دشمن که او جوت و مهربان نیست، ورزش سپهر توست ای ورزشکار من. ای مخدر، ای ویرانگری منزل و مأوای من، نابود می کند تو را ز کشور این اخطار من. هر کس ز هر گوشه وطن آید بهر نابودی تو، گوید قادری او انیس و مونس و غمخوار من. اجازه حضار محترم، ضمن سلام و احترام حضور تک تک شما، مطلبی را تحت عنوان افزایش و گسترش مواد مخدر ترتیب نمودم که به خانش میگیرم. تولید مواد مخدر، قاچاق و اعتیاد طی چند سال اخیر از چالش‌های عمده و تهدیدهای جدی به شمار می‌آید که کشور و جهان را با نگرانی‌های سخت روبرو کرده و بر مشکلات امنیتی و استقرار صلح افزوده است. پدیده مواد مخدر به عنوان یک واقعیت تلخ و ناخوشایند در سال‌های اخیر بر رنج و مصیبت‌های مردم ما افزوده و سایه نکبت بار خود را بر زندگی آنان تحمیل کرده است. گستردگی و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و احتیاط عرقه زنجیره‌ای مصیبت‌ها را به جامعه ما هر روز تنگتر کرده و به سوی ایجاد بحران انسانی تکان دهنده پیش می‌برد. بر اساس آمارهای داخلی و بین المللی، حجم تولید مواد مخدر در کشور در سطح 20 جهانی قرار دارد و بیش از 1 میلیون نفر افغان به مواد مخدر معتاد می‌باشند، که نزدیک به 13% آنان را زنان تشکیل می دهند و 7% آنان را کودکان شامل می شوند.
حتی بر اساس اظهارات مقامات رسمی کشور، آلودگی به مواد مخدر به شکل‌های مختلف در میان پلیس و کارمندان سایر نهادهای دولتی چالش عمده‌ای را در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور به وجود آورده است. اما تاریکی یاد آوری شد، تولید و قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد در کشور فقط یک نگرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبوده، بلکه یک نگرانی بسیار جدی حقوق بشر محسوب می‌گردد. که برای رفع این تهدید به نگرانی، باید تصمیم جدی و برنامه قاطعی روی دست گرفته شود. بنابراین پیشنهاد می شود که در جهت مبارزه با این بلای خانمانسوز و آفت تباه‌کننده گام‌های جدی برداشته شود. ایجاد مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی جهت ارزیابی دقیق موضوع و به دست آوردن معلومات لازم برای برنامه‌ریزی مطلوب با مبارزه با مواد مخدر، حاکمیت قانون و برخورد جدی حکومت با عوامل آلوده و مواد مخدر، ایجاد مراکز صحی برای درمان مبتلایان، زدودن فقر و بیکاری، تقویت زراعت و دامداری به عنوان فرصت‌های فعلی متناسب بدیم، اجرای برنامه‌های آگاهی عمومی برای جامعه درباره مواد مخدر، پیامدهای مضر آن، تلاش جهت مسئولیت ویژه برای زنان و کودکان به عنوان آسیب پذیرترین افراد در برابر مواد مخدر و بازگردانیدن سلامتی به زنان و کودکان آلوده به مواد مخدر که از افرادی جدی که جمله افرادی می باشند که جدا از این لحاظ ضرر می بیند. که بنابراین تقاضامندیم تا در آرزو میکنم از تمام نهادهایی که در رابطه کار میکنند در مورد توجه لازم و جدی نمایند. به امید یک افغانستان سرسبز و شکوفا. با سپاس توجه از همه شما. به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه پی کنم باز. نخست عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، از اساتیز بزرگوار، از دوستان، خواهران و برادران. سانی هم تقیی را که خود سروده هم در ارتباط به ازدار مواد مخدر خانش می کنید. گشته است از وجود تو ایمای بلا، از این سرزمین به کس ما در بدر همی. ملکی که بود شهره آفاق و سربلند، اکنون به فتنه ها شده است منحصر همی. آن مردمی که صف شکن و قهرمان بود، جمعی شدند زان همه قاچاق بر همی. دهقان باخرت که برنج کشت می نمود، امروز کشت او شده چیزی دیگر همی. دشتی که بود مزرعه و باغ و بوستان، از باغ و بوستان نباشد خبر همی. از بن بریدند درختان میورا، آفت گزیدند به جای شجر همی. آن مادران خسته بنالند که کوکنار، بگرفته است از بر مایان پسر همی. جمعی ز کودکان بگویند این سخن، مهری ندیده ایم ز دست پدر همی. معتاد گشته اند جوانان بیشمار، معتاد گشته اند جوانان بیشمار، کردن خاک زندگی خود بسر همی. آن کلک و پنجه هایی که بود از بر قلم، بگرفته است جای قلم نیشتر همی. از فرد اعتیاد جوانان پهلوان، دزدی کنند بدرز جیب پدر همی. هر روز انتحار و وسع نونهال ما، هستند سربریده به خون غوطه‌ور همی. دوشیزگان خسته دل و نو عروس شهر، بنشسته در عزا و غم نوحگر همی. جمعیت زبی و زنان دیار ما، بین موده رخت سوگ و عزا را بر همی. ویرانگر است بوته خشخاش و روخنات، از راکت و سلاح اتم بیشتر همی. کشت حرام و ضد شریعت نمی دهد، جز درد حاصلی و به جز غم سمر همی. ایزار عزیز تو بر خدا مکار، این دانه ای که هست به ضد بشر همی. از کشت کوکنار تو خود منفعت بری، از سود تو برند جهانی ضرر همی.
در جای کوکنار برو زعفران بکار تا کی زمین و پیکر ملت شرر همین ای نوجوان عاقل و ای مرد هوشیار زین آفت بزرگ بکن تو حذر همین زیرا که دشمن است به جان و مال ما دارد هزار گونه زیان و خطر همین آه ای خدا بکن زروی محبتت بر حال زار مردم ما یک نظر همین بردار از زمین خود این زرد بردار از زمین خود این نوع زرد ما را رهایی از این درد سر همین سید به حال غمزده و چشم اشکبار هر شب همین دعاست مرا تا سحر همین شکر خدمت شما حضور محترم خوشحالم که امروز در جمع شما قرار دارم و یک پارچه شعری که در باره تکیده شیوم تریاک شاید دیدون به اجازه شما بخوانم درد دل تریاک درد دل تریاک درد دل تریاک من هم تریاک هم درمان و هم درد دوای درد مرمادان منجر ولی درد خودم درمان ندارد دوای بهتر از زندان ندارد چنان من نشمی سازم خماران تمام سینه ها را تنباران به دوران همچون من یاری نباشد به گردم هیچ تبداری نباشد خمارالود را آباد سازم دل ناشاد او را شاد سازم به هر جا دیدنم ای دوستداران زمان بگذر که من بی اعتبارم مهیا کردنم تفسیر دارد به دور و وفورم زنجیر دارد همیشه منقل و آتش کنارم من از دست کسی خلقی ندارم منم در پیش من معنا ندارد محبت در کنارم جا ندارد دو زانوی تو پیش من زمین است سرانجامت سیاهی در کمین است تو را گر کوه باشی موم سازم سرانجام تو را منشور سازم بدانید کیف وافور است اینجا سر حقیقت از برش دور است اینجا هر انسانی که با من یار باشد و جز من پیش هر کس خوار باشد دیگر جز فکر من کاری ندارد زبانش غیر من ذکری ندارد شبش بیدار و روزش خواب باشد شب و روزش همه بیخواب باشد همیشه خسته و دلگیر باشد شود تنها و تفت گرشیر باشد نه فکر همسر و فرزند باشد نه فکر دلک و دلبند باشد نه دیگر ثروت و اموال دارد نه یک لحظه دیگر انباد دارد به پیش دوست و دشمن خار باشد میان جمعیت سربار باشد دو دستان نیاز از پیش مردم شود مردانگی و حیبت از گم من استم معترف از کرده خیش چنان ماری که هر دم میزند پیش کسی که خوب با من کرد عادت دیگر از دست من دارد شکایت من استعمار قربم ای عزیزان برانیدم دیگر از خاک افغان بگیرید عبرت و ترکم نمایید برای لحظه ای هم پیشم نیایید همیشه با نشاط و شاد باشید همیشه خرم و آزاد باشید و امیدی که ای مردان بیدار همیشه خرم و آزاد باشید اگر مردی و حرفم را شنیدی زمان بگذر شطور دیدی ندیدی به نام او که نام او زیبنده هر آواز است سروران نهایت گرامی اساتید بزرگوار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اجازه بفرمایید تا احساس و تندوستیم را طی یک نظم ادبی خدمتتان ارائه فرمایم چرخ تاریخ با سوی محور خود بازگشت چرخ تاریخ با سوی محور خود بازگشت دور خوشبختی پایان یافته آغاز گشت در شعار وحدت خود هر نژاد و قوم ما در شعار وحدت خود هر نژاد و قوم ما لا تجزا ملتی گردیده یک آواز گشت عمر ما در جنگ بگذشت در دفاع از خاک ما عمر ما در جنگ بگذشت در دفاع از خاک ما کوه و برزن سنگری شد خلق ما سرباز گشت در نجات آشیانش از شر زاغ و زغن
هر پری یک بلبلی ما پنجه شهباز گشت. جان دادیم و نداریم بر اسارت هیچ تن، جان دادیم و ندادیم بر اسارت هیچ تن. جشن آزادی یک بار دیگر احساس گشت. در ثبات ما، در ثبات ما مظفر ساخت ما را لطف حق. باب فتح از حادثه غیب بر ما بازگشت. تشکر از توجه شما و امید یک افغانستانی عالی از جد. خود خیلی از خود ندید، آی عاشق زود گیرد دامن معشوق. بسم الله الرحمن الرحیم. عالمی موجود معقول خدای اکبر است، گر کرامت حفظ سازد از ملائک برتر است. ای پری گرمی پری در بام قصری آن پری، نامه خرا می کنم با گردنت در آنجا بری. یک به یک حالی دلی خود شهر می دادم همه، یک به یک حالی دلی خود شهر می دادم همه، پیش جانان قوتی کوتاه بودی کاشم. یکی را نعیمی، یکی را جعیمی، یکی را شعیبی، یکی را فرازی. یوز هجران آوی عیش و مره از پا فکند، یوز هجران آوی عیش و مره از پا فکند، شیر وصل و مره کمپار بودی کاش. یا رب ذکرم تو مومنان را، بخشا بهشت جاودان را. از وطن دور و زخیش و اقربا گشتن جدا، با تن بیمار و چشم اشکبارم یا حفیظ. از این کدا خیلی دمی حرفای سخت نرین کمک چی کنید که باز باز زاهر آرایی با آقل بار گردن است، هر کرا مغز از حاجت مندی نیست. تمنای تو شیرین است ولی از قرض میترسم، تمنای تو شیرین است ولی از قرض میترسم، مبادا وقت خواستن پای رنجش در میان آید. همین اشعار را دو دفعه تکرار نکنیم، یک دفعه که میخوانیم به اصلا خاطر دو وقت که میشنیم. دشمن دانا که قمی جان ببر، بهتر از زاهد دوست که نادان ببر. درد ما را نیست درمان اختیار، پیش ما را نیست پایان اختیار. سفته هست بر جریده ی حسنت که گفته هست، سفته هست بر جریده ی حسنت که گفته هست، که هست مردم به چشم تو هم کسار اختیار. دور از تو شیر گو جان من و محنت اعتراف، با شیر گو در شد پیکار اختیار. سالس میانی ما و تو پیدا شده رقیب، این از کجا رسید دیگر بار القیاس. خط از کر جریده یکی حسد دوستان، مردم به دور چشم تو بیمار القیاس. فنا گویم خداوند جهان را، فداد نالا و سوز آشفان را. ای قدم آخر زبانت نبرد، اینقدر عرف پریشان تا بکی. یاسمین و سنبول و گلشن چی کار آید مرا، در نظر و زلف و روح و دلدار بودی کاشکی. یارب نظر بر ما بسیار بودی کاشکی، من همه جان و دل افگار بودی کاشکی. یک به یک بار دل خوش شهر می کردم همه، پیش جانان قوت گفتار بودی کاشکی. یک نفس سر در گریبان در کنید، فکر کالا ای جوانان تا بکنید. یادم نمی کنی و زیادم نمی روی، یادت خدا کند که تو هم یاد ما کنی. یا الهی، یارب به دل نهایت آشفته ای ما، مگیر ما را بر گفته ای ما، بکرده ای ما. از نگاه ارجعی شادم کنی، چشم رحمت از تو دارم یا عفیز.
شعرش فرق میکرد، شعرش باز فرق میکرد. ظاهر و باطن ویدا و نهان زیر و زبر، قطره ای از وجودی توست ای رشته قمر. روزی رستاخیز برس از آل من، از ایرانی زنارم یا حفیظ. من از ابتدام یادآوری کردم که چند قافیه سخت به خاطر از اینکه برنامه چی میشه نی؟ مختل میشه. اگر قرار ای باشه که قافیه بسیار سخت استفاده بود کرا بیچان دورد جو مخر گندم بخر هرچند بی جو ارزان دورد. دیده ای یعقوب بوی یوسف، دیده ای یعقوب بوی یوسف، همه اینجا آزرن من در وصال هجر تو، من در وصال هجر تو مجبورم، کجای جانان دل. لذت درد محبت را زبی دردان مفرس، خبرسی خط را نداند هر که او بیمار نیست. توانا بود هر که دانا بود، زدانش دلی پیر برنا بود. در بساطی نکتدانان خود فروشی شهر نیست، یا سخن دانسته گود ای مرد دانا یا خموش. شوق تعمیر و سرا و خانه چند، خواب بازی همچو طفلان تا به کی. یا هلایی من حقیرم، من حقیر، تو کریمی که بیایی من بسیر. روزگار و روزگار عبرت است، خواب راحت در شبستان تا به کی. یا رب آن ساحت که جان بر لب رسد، جسم پژمرده به تاب و تب رسد. راه ناپیدا جستجو هراسان بود، هی هوس راه دل در این دنیای فانی چرا مغرور میگردی، گر سلیمان باشی خورده ای مور میگردی. در این عالم حرام کی برتری یا، در این عالم حرام کی برتری یا، ز خاکی درگه او سروری یا. توانا بود هر که دانا بود، تابلوی تو شمع انجمن است، گلروی تو زینت چمن است. تا به کی اولاد افغان، تا به کی، تا به کی هان، تا به کی آن، تا به کی. یار با ما بی وفایی می کند، بی سبب از ما جدایی می کند. از شکست سینه نازک دلان اندیشه کن، از شکست سینه نازک دلان اندیشه کن، سینه را گروش کنی هر ذره آن خنجر است. نشاید نهد نامت را آدمی.
یا بزرگی و عز و نعمت و جا یا چمردانت مرگی روی آروی یا که مردان مردان یا که مردان یا که مردان یا که لگی بدی تو توفیقم رهبر ما بسوی تحقیقم مصطفی شاه است و عالم چاکرش مصطفی شاه است و عالم چاکرش کن فدایش جان زارم یا آفیز من غلامی آن کسم دختر ز پیغمبر گرفت من غلامی آن کسم دختر ز پیغمبر گرفت با دو انگشت ولایت قلعه خیبر گرفت تا توانی تشنه را سیر آب کن در مجالس خدمت اصحاب کن نوبهار آمد و انگام طرب در گلزار چه بهاری که دلها ببرد صبر و قرار رسول الله که در معراج میرفت به نزد آن خدای پاک میرفت تا بروی تو زمین بوسه مده خدمت بیگانه مکن مرترا نیست بدین خدمت بیگانه نیاز زیسان خداوندی عجب نیست اگر خط در کشد جرم و خطا را از جرم عشق بیش کم گرچرا نیست از جرم عشق بیش کم گرچرا نیست یارب تو آگهی که محبت گناه نیست ساری نرگیسی سمین و سارا را معطر کرده ای ناقه ای مشکی خطی را خار و افتر کرده ای یا الهی دوست می دارم تو را هم رسول تو محمد مصطفی این لطف و مرحمت بر هر دو کشور کرده ای نام پاکت را شفیع روز معشر کرده ای یاد باد آنکه زما وقتی سفر یاد نکرد به ودای دلکون دیده ای ما شاد نکرد دوستی از دشمنی معنی مجوی آبی آیات از دم افعی مجوی یار من خورد است و قدر من نمیداند هنوز یار من خورد است و قدر من نمیداند هنوز خون عاشق را به جای شیر مادر میخورد دید یک شب عبدالله به خواب پدر خویش عمر را ناگه ها من که عیبی توبه کاران کرده باشم بارها توبه از نی وقتی گل دیوانه باشم گر کنم میرسد از بوستان دامن کشان باد بهار مشک ریز و مشک بیز و مشک خیز و مشک بار رو من در مزار انبیاهان به آن سرپشته عمل کنم عرض داد است ضرورت کار باشد رها باشد بی ضرورت چنین خطا باشد زیغ است وقت ما شاه عرض ما به تو نوح و نجات ما توی یا محمد الغیاث سنا و حمد بی پایان خدا را آنکه بسون حج در وجود آورد ما را واقعا شعرهای خیلی خوبی سرودم چند موریده که ما با جناب علی صاحب یادداشت کردیم یکی دو مورد از طبقه ذکور یا بچه ها تکرار کردن اشعار و همچنان مکس و تأخیر در اشعار تفقی مناسب پس هر دو گروه مساوی ما به شکل که از یادی کردیم
یک تعداد بردارا مشاعره خود تکرار کردن و دیگه یک تعداد از همشیرها هم مقاله که خوندن مقاله بسیارتون دکیز میخوندن غیر از یک همشیره که برستی و خود صحبت کرد و خوب مقاله خوند و از همشیرها و بردارا بعد از این که در پشت ستیج یا میکروفون بیان صحبت نکنن همو آداب به اصطلاح صحبت کردن و چه های ادبیت در نظر بگیرن دیگه هر دو گروه خوب بود دیگه همو یک کسی در بربسل است میگه که بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی دیگه با هم اگفا امیدواریم که به اصطلاح بردازی هم اگه شما آزموده رو پخته در میدان بگیم بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بزرگواران اساتید نهایت گرامی شعران و ادبای جوان ولایت بادغیس و هنرمندان و محصلین و همه حضور نهایت گرامی یک بزرگوار فرموده است که حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بودم، پخته شدم، سوختم ضمن اظهار تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان این محفلی امروزی که در واقع یک پیام رسان یک پیام رسانی واقعی و اساسی برای هدایت جامعه خواهد بود جا داره که از ریاست محترم مبارزه با مواد مخدر ریاست محترم اطلاعات فرهنگ و دیگر دوستان و عزیزانی که در این سهم فعالی داشتن تشکر داشته باشم اگرچه من کوچکتر عزیزتون که یک مجلس یک محفلی قرمه و ارزیابی بگیرم مخصوصا محافلی که او سرکار با ادبا فکرها با شعرها دارن با شعرها و ادبا مقابله کردن یا اینکه اظهار موجودیت پیش از اونا فکر کنم که خیلی مشکل است و بازم بخاطر معمولی که هست با عنوان حسن اختتام محفل امروزی مطالب منباب پیشنهاد و نظر نه با در قالب ارزیابی خدمت شما سرباران عزیز برد میرسند در قدم اول بخاطر از اینکه برای من حق دادم که تو این محفل ما ارزیابی کن من فکر میکنم که برگزار کردن چنین محفلی سزاواری همچون جایی دارم مقام ولایت سالن‌های ما هر دو تا فعلا فارغ است با امکانات تقریبا پیشرفته که متناسب با اما احوال و فرهنگ مردم بادغیس فعلا ما داریم و امروز شما شاید در جریان باشین که والی صاحب و جناب والی صاحب رهبری مقام ولایت در مجموع در کلچوار بادغیس به منظور یک تمایل اونا در اینجای سفری داشتم من امروز خانه جمگر از اونا البته مسئله و این خیلی بیشتر میده که این محفل در همونچون جای مناسبی گرفته میشود زیرا جا کرکتر یک محفل و احساس تقدیر و یا قائل بودن و اهمیت یک محفل از هر نظر در تمام عرصه‌های از اون باید که متوجه باشید چون محفل بسیار محفل واقعا دلچسبی بود کشور ما شما بیتر در جریان هستند که در سه دهه گذشته همه چی ما شما داشته های مادی و معنوی با شما همه صدمه دید و حدودا کمتر از 10 سال میشه که با کمک و حمایت جامعه بین المللی ما توانستیم که لااقل همین کشور نیمه جان جامعه نیمه جان کشور خود را به روی پای استاده کنیم من یقین کامل دارم که جوانای ما همشیراهای بسیار نهایت گرامی ما در واقع اشعار خیلی خوبی سرودند و من ایمان دارم باور دارم که از استعداد بسیار بالا و خوب‌العاده برخوردار هستند شعرها
شعرهای ما، نویسنده های ما هیچ قابل مقایسه با ولایت همجوار نیست، چنانچه در یک محفلی که من خود مورد سازماندهی کرده بودم، جناب ارفاق صاحب تشریف داشتن در مرکز ولایت، گویا که شعرا و نویسنده های ولایت غور در طی یک سفر که اونو داشتن، از من تقاضا کردن که تایی من یک مجلس اتری از اینا تدارک ببینم و در اونجی اینا مشاهده داشته باشم. وقتی که اینها با هم مقابله کردن، گرچه محفل و او مشاهده نهایتا دوستانه بود، من بسیار عمیقا درک کردم که جوانای بادمس از استعداد فوق‌العاده برخوردار است. نه تنها در بخش شعر و ادب، بلکه در راستای ورزش. شما ببینید که جوانای بادمس در هر استقامتی که به خاطر انجام مسابقات دوستانه میرن با دستاورد بسیار عالی برمیگردن. من خاطره بسیار خوشی دارم در پیاتی اسپانیا. روزی ما جناب واریسپ رفتن داخل پیاتی، وقتی که کورنل پیاتی از شاه آمد، از درایت جوانای تاتبزی ما که صحبت کردن و او بازی که اینا بین تیم اسپانیا و تیم آمریکایی داشتن، دو بر یک اسپانیا رو برده بودن. اسپانیا که خیلی در سطح دنیا یک کتاز است، یعنی مقام اول در سطح دنیا گرفت، و آمریکایی ها سه بر سر شکستن. نویسنده های بسیار موفق داریم، جناب آقای دهوان، اینا توانستن که در طی دو سال کتابی از اینا شاید شما دیده باشید یا ندیده باشید، من خود کاملا مطالعه کردم دقیقا. اینا بسیار با زحمت توانستن که حدوداً تعداد بالاتر از 150 شاعر، 238 شاعر بادقس از اینا جمعوری کنن تحت نام امشب، یک مجموعه اینا نوشته کردن که واقعاً قابل بحث. جناب والی صاحب وقتی که کتابی از اینا دیدن، خطی از اینا دیدن، دیزاین و طرح کتاب دیدن، در واقع اونا خیلی علاقه من شدن که حتی گفت که اگر از یک منبع برای چاپی از این مطلب نتونستن که امکانات فراهم کنیم، حاضرم که از این وجه سرپرستی خودمون و چاپ رسونیم. به هر صورت یک عرض کوچکی که من خدمت همه دوستا و بزرگوارا میکنم، از نظر سن درست بودن و از نظر علم و از نظر استعداد همه که شما بزرگتر هستید. عرض من است که شما کوشش کنید که مقاله‌ای که می‌نویسید و یا شعری که می‌سرایید متناسب با فرهنگ مردم باشه، عوام فهم باشه، شعری که پیام داشته باشه، مقاله‌ای که پیام داشته باشه. طور مثال نسیمه جان مقاله‌ای که اونا خواندنگر شد، همه مقاله ها بسیار از اهمیت و محتوای بلند برخوردار بود، یعنی واقعا نویسنده بودن، واقعا جالب نوشته کرده بودن، یعنی پیام بسیار به خوبی می‌رسوندن. اما نسیمه جان او مقاله‌ای که اونا نوشته کرده بودن، من طوری که من از یادی کنم داشت گرفتم، در واقع مطالب بسیار به شکل ردیف کرده بود که هم پیام میرسون، هم عوامل معرفی کرد و هم راه حل و راه نجات و بیرون رفت از این معضله هم نشان داده بود، یعنی واضح کرده بود و روشن داده نشان داده بود. به هر صورت این مشاعره که قسمت دومی برنامه شما تشکیل میداد واقعا زیبا بود، واقعا دلچسب بود، و این را باید ما این فراموش نکنم که ما باید مدیون امنیت نسبی در کشور باشیم. این بستر مطمئن امنیت را میتونه همین زمینه ها فراهم بسازه، برای ما مسائل بسازه، تا اینکه از یک جانب ما پیام رسانه های خوبی برای جامعه خوب باشیم، و از یک طرف این رو من احساس از این میکنم که من تفریح داشتم. امروز من به دفتر که هستم فوق العاده قهر کار و گرفتاری های کارهای اداری مقام ولایت یا پاسخگویی مراجع، و امروز من فکر میکنم که من امروز تفریح کنم، اینقدر به من خوشایند تمام شد. گرچه من میدانم که اول و آغاز کار این مجلس سوم بود، یا گردمایی یا مجلس یا مشاوره سوم بود، من تا اینقدر علاقه مند برای پیشرفت و ترقی همه عرصه‌ها در رابطه به مسئله مخصوص جوان ها سفری داشتم در هرات، خاص برای اعزام یک تیم از هنرمندا مجلس با کنسول هند داشتم و به یک نتیجه رسیدم، به یک
تفاهم رسیدیم که کارهای تکنیکی و اداری از اون فلندوی دست هست. امیدوارم که هنرمندان ما بتانند از فرصت که به دست میاد اونو سفری داشته باشد، از تجارب هنرمندان هند اینو استفاده کنند. گرچه فعلا هنری که و فیلم هایی که گروهی و یا تیمی بادقس فیلم ساخته هیچ قابل مقایسه با استعداد مردمی بادقس نیست. در واقع من یک نمایشی که سمی جان نقش اول زد داشت در یک روز هشت سال بود یا دیگر روزی بود خاطر ندارم، روزی مادر بودم، نقش که اینا بازی کردن نه تنها من به گریان شدم، تمام بیننده ها. پس معلوم شد که یک پیام بسیار دلچسب و واقعی میرسند داریم و این قبول داریم که همه چی از طریق اشعار پیام بهتر خواهد شد. پیام از طریق اشعار و شعر، شعر فرض کنه که یک مریض اگر او تحت تداوی قرار بده تابلی از تابلی زده آمپول به اون موثرتر پیام از طریق شعر به مسابه یک آمپول که به مریض کارگره به اون اندازه در بین جامعه او کارگره است. شعر شاعری و مقاله نویسی در رابطه به هدایت مردم نقش بسیار بارز و با اهمیت مدتلت داره، مخصوصا در رابطه به موضوع مواد مخدر. مواد مخدر شما میدانید که یک پدیده شوم بدنام کننده است. وقتی که امروز جهان از تولید مواد مخدر افغانستان صحبت دارد، کشور ما شما دومین کشور تولید کننده مواد مخدر در سطح دنیا، در حالی که این عمل ما افغان ها مقایره با تاریخ جهان افغان با از خواهرا بسیار امید تقاضا دارم که مجلس مجلس معنوی است. یعنی فقط یک دقیقه دیگه هم تعمل بکنم، خیلی حضور میخواد و مقایرت داره با تاریخ کهنه مردم افغانستان که امروز ما بدبختانه تا پی تولید کننده بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در سطح بین المللی داریم. به هر صورت موفقیت های بیشتر من آرزو میکنم در تمام عرصه ها. خداوند متعال همه جوانان، همه خواهران، همه جامعه بادپسی ما، جامعه افغانستان، مخصوصاً بادپسی ما در تمام عرصه ها موفق، معید، کامیاب، سربلند داشته باشه انشاءالله. و در تمام عرصه ها ما بتانیم که گام های استوارتر، گام های بهتر و خوبتر برداریم تا اینکه بتانیم همین جامعه و همین محیط و همین منطقه خود به شکلی که شایسته زندگی انسان ها هست همون تو محیطی بسازیم. یک شعار محمد داود خان شهید داشت که میگفت که انسان را محیطی نباید ساخت بلکه محیط را انسانی ساخت. خداوند بخواد که همگی با شما به همکاری یک دیگر یک محیطی انسانی بسازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی دو تا با